محل بود باش رهبر جدید داعش کشف شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. محل بود باش رهبر جدید داعش کشف شد. رسانه های عربی محل بود باش رهبر فعلی داعش را افشا کردند. با گزارش اسپوتنیک، کانال تلویزیونی السومریا خبر داده است که ابو ابراهیم القریشی رهبر جدید داعش فعلا در عراق بود باش دارد. استخبارات ایالات متحده آمریکا و عراق فعالیت های خود را برای کشف محل اقامه رهبر فعلی داعش آغاز نمودند. منبع آگاه به این کانال گفته است اینکه قریشی در عراق موقعیت دارد، یک تعداد معدود آگاهی دارد که آنها بسیار نزدیک با رهبر داعش می باشند. وی تاکید کرد که گروه از کارشناسان ایالات متحده آمریکا و عراقی از ماه فوریه به این سو فعالیت های مشترک را برای شناسایی هویت رهبر داعش آغاز کردند. گفته می شد که در جریان ماه جاری، بخصوص در هفته اخیر ماه مارچ، داعش حملات تروریستی را در عراق انجام داد. به این مفهوم که رهبر جدید داعش توانست کانال های ارتباطی و روابط با گروه های باقی مانده داعش قبلی را تأمین نماید که بعد از نابودی داعش در عراق به باندهای مستقل مبدل شدند. منبع افزود که حملات تروریستی داعش سازماندهی شده می باشد، اما به شکل وسیع نیست. یاد آوری می شویم که در اکتبر سال 2019 البغدادی، رهبر پیشین داعش، در اثر عملیات نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در ادلب سوریه نابود گردید. این در حالی است که شاخه گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا فیلم ویدیویی از اعدام اسرای مسیحی در شمال شرق نیجریه در انتقام از کشته شدن رهبرشان را منتشر کردند. با گزارش اسپوتنیک، با نقل از رویترز، در این نوار ویدیویی که از سوی داعش منتشر شده است، مردان نقاب پوش دیده می شوند که چند اسیر را مورد تیراندازی قرار دادند. در ویدیو مشاهده می شود که لحظه تیراندازی با آنها، تمام اسیران چشم بند به چشم داشتند. و نقابداری در این فیلم می گوید این پیام به مناسبت میلاد حضرت مسیح به مسیحیان سراسر جهان است. این مردان برای انتقام از کشته شدن البغدادی اعدام شدند. گروگان ها در مناطق میدگوری و دماتوری در ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه اسیر شدند. در همین رابطه محمد بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه، روز جمعه از کشته شدن گروگان های بیگناه و دست قاتلان ابراز ناراحتی کرد. وای در بیانیه اعلام کرد نباید اجازه دهیم تروریست ها میان ما از طریق تحریک مسیحیان علیه مسلمانان دو دستگی ایجاد کنند، زیرا این قاتلان وحشی نماینده اسلام نیستند. بوهاری متعهد شد برای تقویت همکاری ها و هماهنگی های بین المللی علیه داعش تلاش ها را مضاعف کند. شورای نظامیان اقدامات خشونت آمیز را اخیراً در شمال شرق نیجریه افزایش دادند. در آستانه میلاد حضرت مسیح، در جریان حمله به روستای مسیحیان نزدیکی شیبوک که به گروه تروریستی بوکو حرام نسبت داده شده، 7 تن کشته و 1 دختر نوجوان ربوده شده است. و در عین حال اسپوتنیک در یک خبرنامه می نویسد مقام های محلی ولایت غور از تیرباران شدن 2 باشنده ولسوالی دولینه این ولایت از سوی گروه طالبان خبر می دهند. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامه 8 صبح، عارف آبر، سرپرست دفتر رسانه های ولایت غور، می گوید که قربانیان 1 مرد و 1 زن هستند. با گفته وی، آنان با هم توافق کرده بودند که با فرار از منزل از منطقه زیر کنترل طالبان خارج شده خود را به مرکز ولایت غور برسانند. اما پیش از فرار از ساحه زیر نفوذ گروه طالبان تیرباران شدند. این مقام محلی
می افزاید که یکی از قربانیان زن متحل است که با فرار از خانه شوهرش قصد داشت با مرد دیگری که او نیز متحل بود ازدواج کنند. مقام های ولسوالی دولینه نیز گفتگو با رسانه های محلی این رویداد را تایید کردند. سرپرست دفتر رسانه های ولایت غور تاکید می کند که اجساد قربانیان تا هنوز در ساحه زیر کنترل طالبان است و امکان دارد به خانواده هایشان تحویل داده شود. غور در غرب کشور یکی از ولایت های ناامن به شمار می رود که گروه طالبان در بیشتری از ولسوالی های این ولایت فعالیت گسترده دارند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان.